عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که به این برنامه گوش میکنن و یا میبینن به هر شکلی. هر شبت که امروز شنبه 10 مارس 2012 و 20 اسفند 1390. امروز ابتدای گزارش مالی هر دو هفته است و بعد میریم روی اخبار که در هفته گذشته در واشنگتن چه گذشت و در جهان چه گذشت و چی میگذره. بنابراین ابتدا گزارش مالی، امیدوارم که عزیزان باشن که به چشم و گوششون برسه. از شهر آخن در آلمان توسط پیپال 150 دلار، از اتلانتا جورجیا توسط پیپال 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا 400 دلار، از ریدلند در کالیفرنیا 100 دلار، از آلن در تکساس توسط پیپال 60 دلار، از وست ونکوور در بریتیش کولومبیا در کانادا توسط پیپال 100 دلار، محمد از لندن 200 پوند انگلیس، از بثسدا مریلند 100 دلار، از فینیکس اریزونا 100 دلار، از میپل در اونتاریو در کانادا 100 دلار، از سنلند کالیفرنیا 50 دلار، از لاس وگاس در ایالت نوادا 500 دلار و از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا در کانادا 200 دلار و بالاخره در اپل ولی، از اپل ولی کالیفرنیا 100 دلار. به این ترتیب برنامه‌های سه‌شنبه ادامه پیدا می‌کنه تا زمانی که عزیزان کمک‌هاشون میرسه و برسه. منتها هفته آینده همینطور که عرض کردم، چون من در مسافرت هستم و به واشنگتن برای یه سخنرانی که کانون فرهنگی در واشنگتن از من دعوت کردن، شب 12 ساعت 7 بعد از ظهر این سخنرانی خواهد بود و روز قبلش گرد همایی خواهد بود که به دعوت اتحاد چپ واشنگتن و اونجا صحبت راجع به برای بزرگداشت روز بزرگی 8 مارس روز جهانی زن خواهد بود که به زبان انگلیسیه و منم صحبتی خواهم داشت اونجا. بنابراین در مسافرت خواهم بود و سه شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت. سه شنبه بعدش مسلماً برنامه خواهیم داشت و ادامه پیدا خواهد کرد همینطور که عرض کردم تا زمانی که عزیزان کمکاشون برسه. و اما میریم روی اخبار که من لیست چیزهایی رو که امیدوارم فرصت بشه راجع به همش صحبت بکنیم. هفته گذشته در واشنگتن چه گذشت؟ بسیار پر اهمیت. سرنوشت کشور ما قرار در واشنگتن و تل اویو تعیین بشه و اینها دائم ما رو تهدید به حمله نظامی میکنن. اونهایی که معتقد به پدیده امپریالیسم نیستن خوبه به صحبت‌های کنفرانس یا کنگره ایپک در واشنگتن، صحبت کاندیداهای جمهوری‌خواه امریکا، صحبت‌های آقای نتانیاهو و سایر صهیونیست‌ها و ببینن چطور کشور ما رو تهدید به نابودی می‌کنن. جهانی که توش داریم زندگی می‌کنیم طبق منشور سازمان ملل این جنایت علیه بشریته. اینها باید محاکمه بشن. نه تنها محاکمه نمیشن بلکه راست راه میرن و کشورهای دیگر رو تهدید میکنن به نابودی، به سرنوشت افغانستان،
به سرنوشت عراق، به سرنوشت لیبی. بنابراین به نطق اوباما در کنگره ایپک ببینیم چی گفته. بعدش ملاقات اوباما با نتانیاهو در کاخ سفید چی گذشته. روز بعدش که سه‌شنبه گذشته باشه، مصاحبه مطبوعاتی اوباما روز سه‌شنبه در همین رابطه چی بوده. و بعدش دو تا بیانیه یا اعلامیه در همین ضمن، یکی از طرف 8 نفر از سران امنیتی، تاپ امنیتی و نظامی امریکا در روزنامه واشنگتن پست اومده 7 مارس. اینو بخشایشو برای عزیزان میخونم. و دیگری 110 نفر از شخصیت‌های ترقیخواه یهودی که در اطراف مجله‌ای به اسم تیکون در واشنگتن هستن، یا واشنگتن و یا نیویورک، به رهبری خاخام مایکل لرنر. عزیزان باید بدونن که اکثریت یهودیان امریکا، اکثریت یهودیان اسرائیل مخالف با جنگن. ما این رو باید بدونیم. و تقریبا اکثریت بزرگ در خود آمارگیری که در اسرائیل شده 58% این اسرائیله، ولی در امریکا یهودیانش بیش از این مقدار مخالف جنگن. مجله تیکون، اگه من رسیدم، اعلامیه‌ای که در نیویورک تایمز 7 مارس، عزیزان باید برن این شماره نیویورک تایمز رو ببینن، و یک صفحه تمام از طرف همین مجله تیکون اومده بیرون. متن این رو باید عزیزان بخونن که چه متن جالبیه واقعا، و با تمام قوا مخالفت میکنه با جنگ، و حتی میگه که حتی ایران اگر صاحب بمب اتم بشه خطری برای اسرائیل و یا امریکا نداره. حتی اگر صاحب بمب اتم بشه، مواضع اینها حتی از به مراتب از مواضع اوباما ترقی‌خواه‌تره. ترقی‌خواه که اوباما مواضعش ترقی‌خواه نیست، ولی کاملا در جناح چپ اوباما قرار داره. و حتی حالا به عزیزان عرض بکنم، کلیمیان امریکا فقط یه لابی ندارن که ایپک باشه، بلکه لابی دیگه ای هستن که بهش میگن جی استریت، که اونا یه مقدار معتدلترن و اونا هم مخالف جنگن. و در نتیجه در واقع میشود گفت که اوباما دیدگاه های جی استریت رو نمایندگی میکنه، کم و بیش که حالا من عرض میکنم که در حقیقت سیاست های امریکا در قبال ایران رو تقریبا به طور مشخص روشن کرد. و امروز بخش قابل توجهی از برنامه رو من میخوام صرف این قضیه بکنم که الان دولت امریکا کجا ایستاده، دولت اسرائیل و نتانیاهو کجا ایستاده. و در این ضمن فرضاً اکثریت کلیمیان امریکا و کلیمیان اسرائیل چی فکر میکنن و جهان. ما در این حال باید این رو بدونیم که اگر ما مخالفت میکنیم با این سیاست های ضد بشری نتانیاهوها و یا صهیونیست های امریکا، اینا ضد یهود، بلا فاصله اینها برچسب انتی سمیتیزم میزنن، ضد یهود بودن میزنن. ما باید بگیم که شما اتفاقا دشمنان قوم یهود هستید و واقعا احساسات بشریت رو علیه تمام یهودیان جهان شما دارید برمی انگیزید، و این شما هستید که دشمنه، هم دشمنه واقعا بقای اسرائیل هستید، هم دشمنه واقعا قوم اسرائیل هستید، بنی اسرائیل هستید. بنابراین ما باید اینها رو براشون روشن بکنیم. و تمامه، حالا من همینطور که عرض کردم، هم نظریات ما باید ببینیم جی استریتی ها چیان، در درجه اول با ببینیم در ایپک چی گذشت، که اینا یک اقلیتن، منتها عزیزان باید بدونن که این اقلیت با اینکه یه اقلیت ممکنه حالا 30 یا 40% باشند، ولی 99% از دستگاه های ارتباط جمعی و چیزهای فکرسازی در خدمتشونه، به طور کامل تسلط دارن. من بارها راجع به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و جهان
به ویژه در کشورهای انگلوساکسون و تسلط وحشتناکی که افرادی مثل روپرت مرداخ و مجل و عرض شود که تمام نشریاتش، تلویزیون فاکس و امثالهم دارن، و چطور دستگاه‌های ارتباط جمعی فارسی زبان به طور کامل زیر سیطره. نمیتونم من واقعا الان اسم برم از یک رادیویی، تلویزیونی، روزنامه‌ای، نشریه‌ای، سایت اینترنتی که زیر تأثیر کامل این صهیونیست‌ها نباشه. شما برید اخبار همین سایت گویا رو نگاه کنید، اصلا واقعا سرسپرده کامل نتانیاهو رو. همین امروز صبح نتانیاهو رو انداخته که آره ما فقط ممکنه امروز و فردا حمله به ایران نکنیم، ولی این تعویق انداختن که به سالها یا سال نمیرسه. با چه هلهل و شادی سایت گویا نیوز این رو چاپ کرده و عکس نتانیاهو رو، یعنی در حقیقت سخنگوی نتانیاهو. این سایت اینترنتی الان واقعا تبدیل شده به دشمن شماره یک واقعا ملت ما و کشور ما. بنابراین عزیزان این رو باید بدونیم ما که یهودیان جهان، کلیمیان جهان، چه در اسرائیل و چه در امریکا، اینا اکثریتشون مخالف جنگن، منتها دستگاه‌های ارتباط جمعی و قدرت و پول و قدرت فکرسازی در دست یک اقلیت صهیونیسته که اینا نه تنها دشمن ملت ما، دشمن قوم یهودن. این رو ما باید تشخیص بدیم. فرضاً تمام بسیار دستگاه‌های به اصطلاح فکرسازیشون، هریتیج فاندیشن، عزیزان برن و ببینن چه آدمای دکترا و در سطح دکترا و اینا از دانشگاه ها میارن با حقوق مکفی چه مقالاتی میمیسن. هریتیج فاندیشن، هاتسون فاندیشن، American Enterprise Institute, Washington Institute for Near Eastern Policy, Council for Foreign Relations. اینا فقط بعضی هاشه که اینا قدرت فکرسازیشون و تمام مقالاتی به طرف مثلا 200,000 دلار، 300,000 دلار در سال میدن برای اینکه یک یا دو مقاله فقط بنویسه. اینا یک چنین موجوداتی هن و در نتیجه اخیراً در یکی از مجلات نظامی امریکا مقاله‌ای توسط یکی از افسرای امریکایی نوشته شده که ما چطور درگیر یک جنگ تبلیغاتی و جنگ روانی با کشورهایی هستیم و مردمی هستیم که امریکا باید بره اونها رو بگیره. و میگه چون دستگاه‌های ارتباط جمعی ما سیطره کامل داریم، کاملا در این جنگ روانی و این جنگ تبلیغاتی برنده میشیم، با یک چنین وقاحتی. منتها اشتباهش در اینه که شما مردم رو تا یه مدتی میتونی فریب بدی، یک بخش از مردم رو و یا همه مردم رو تا یه مدتی میتونید فریب بدی، ولی تاریخ که ورق میخوره و بالاخره آشکار میشه که داستان چی هستش. بنابراین بحث رو من از هفتهی که گذشت و بعد از این که راجع به این قضیه صحبت کردیم، اگر فرصت شد من باز صحبت امروزم رو به دنباله این که به چه دلیل اینها و به ویژه صهیونیست ها چنگ و دندان به همه کشورها، واقعا تمام اونایی که زیر سیطرشون نیستن، نشون میدن، دلیل این چیه. و در نتیجه ما همیشه باید بدونیم که در خود امریکا چی داره میگذره. دشمنی اینها، عزیزان ما باید بدونیم این رو، دشمنی اینا فقط با ملت ایران، با ملت سوریه، با ملت لیبی، با ملت این، با ملت این، با ملت عربستان و تمام این کشورها که به اصطلاح این مرتجعین عرب رو مسلط کردن و ازشون حمایت میکنن، با مردم بحرین، دشمنیشون فقط با اونا نیست، دشمنیشون با اکثریت بزرگ مردم امریکاست، با اکثریت قابل توجهی از مردم اسرائیله که واقعا اونا هم به خطر میندازن. ما باید بدونیم که اینا دشمن بشریت هم، فقط دشمن ما نیستن. در نتیجه من یک سلسله آمارهایی رو که روز سه‌شنبه من قرار بود یک سلسله آمارها بیارم برای اینکه بسیار پر اهمیته و آخرین آمارهایی که راجع به امریکا داریم، اگر شد امروز میارمشون،
چون اینا نتایج سیاسی اجتماعی داره، فلسفی داره و اینا رو باید ما بدونیم. اگر بعدش من اخبار لیبی رو برای عزیزان در مورد سوریه، من فقط چند تا سایت اینترنتی میخوام به عزیزان معرفی بکنم، هستند کسانی که بنده رو میگن طرفدار بشار اسد هستن. بعضی هستن میگن که شما نباید بعضی لغت ها رو، اسم اشخاص رو به عنوان وطن فروش و امثالهم و امثالهم اسم ببری. ولی این اشخاص بعضی ها حق دارن به ما بگن که شما طرفدار صدام حسین هستی، طرفدار القاعده هستی، طرفدار بشار اسد هستی، طرفدار جمهوری اسلامی هستی. هر کسی که مخالف با تجاوز امریکا و اسرائیل به کشورهای دیگه باشه طرفدار صدام حسینه، طرفدار بشار اسده، طرفدار اینه، طرفدار خلاصه ما طرفدار دیکتاتوری هستیم و آقایان طرفدار دموکراسی هستن. اینایی که میگن به اینا نگو وطن فروش و سرسپرده امپریالیسم، در حقیقت میخوان سگ رو یا کفتارها رو آزاد بذارن، هر چی دلشون میخواد به ما بگن، ولی ما رو به بند بکشن و ما رو خلع سلاح بکنن. هدف اینا اینه. بعضی از نشریات سایت به حساب برنامه من رو تحریم کرده و گفته آره این آقا اسم به بعضی ها که مخالف شخصی خودش هستن عرشبت که میگه وطن فروش و امثال هم و امثال هم، یعنی میخواد ما رو خلع سلاح بکنه، ولی اونا رو بذاره هرچی که دلشون میخواد به ما بگن. در مورد سوریه ما باید فقط به بی بی سی و صدای امریکا و روپرت مرداخ و سایت های فارسی، حالا نمیخوام اسم ببرم از بعضی هاشون که خودشون رو هم چپ میدونن، ما باید فراتر از این بریم و باید به اطلاع سایت های در واقع آلترناتیو که من امروز فقط 4 تاشو برای عزیزان به حساب معرفی میکنم. بنابراین راجب بحرین و بعدش اگه برسیم راجب ایران که باید برسیم، نتایج انتخابات، نامه‌ای که امروز صبح از ایران برام رسید اگر شد بخشاش رو بخونم، و بالاخره خود من نظرم رو میخواستم راجع به رأی دادن آقای خاتمی. عزیزان اون وقت میتونن به چالش بگیرن، ولی من نظر خودم رو راجع به این قضیه، چون هفته گذشته من صحبت کردم ولی از زبان به اصطلاح چیزهای دیگه، ولی امروز نظر خودم رو راجع به این قضیه. بنابراین من شروع میکنم صحبت رو با صحبتی که آقای اوباما در کنفرانس ایپک کرده و از زبان نیویورک تایمز که واقعا یکی از زهراگین ترین واقعا راجع به سوریه، راجع به سایر جاها، به راستی این روزنامه شما روزهای اخیر بهش نگاه بکنید و ببینید چه جهادی علیه نه تنها مردم سوریه و کشور سوریه و سایر کشورها و کشور ما به راه انداخته، ببینید چه آتش افروزی علیه فدراسیون روسیه، علیه چین، علیه عرض شود که کشورهای دیگه میکنه. این از نیویورک تایمز 5 مارس. در خطابه تندی در حضور گروه پرنفوذ ایپک، آقای اوباما اعلام کرد که ایران صاحب بمب اتمی را تحمل نخواهد کرد. حالا عزیزان ببینن که چطور اوباما در این حال که به طور بلافصل از جنگ جلوگیری کرده و هشدار داده به اسرائیل، ولی چه چیزهایی پشت این قضیه هست و در اون صورت اگر لازم باشد با قدرت نظامی عکس عملشون خواهد داد. حالا صحبت میکنیم که چه تفاوتهایی بین سیاست امریکا و سیاست اسرائیل وجود داره و صهیونیستا تا از وقوع آن جلوگیری شود. بنابراین به طور قطع صحبت از این کرد که اگر ایران، و من لغتهایی رو که به کار میبرم عزیزان باید دقت بهش بکنم، یکی صاحب بمب اتم بشود، یکی توانایی ساختن بمب اتم پیدا بکند و یکی تصمیم به ساختن بمب اتم پیدا بکند.
همه اینها مفاهیم دقیق سیاسی داره و بسیار پر اهمیت. یکی اینه که فرضاً اگر اوباما میگه صاحب بمب اتمی بشود، این معنایی داره که اصلا برای اسرائیل قابل قبول نیست، برای اینکه زمانی این که واقعا ایران صاحب بمب اتم بشه. ولی توانایی یعنی چه؟ توانایی ساختن بمب اتم اون وقت کاملا میتونه یک تفسیر کشداری داشته باشه. از زمانی که ایران شروع میکنه به غنی کردن اورانیوم حتی 3%، موقعی که به 20% رسید برای اون میلهایی که برای رآکتور اتمی به اصطلاح برای مصارف پزشکی هستش، داد و فریاد اینها میره بالا. و حالا ببینید اون دیگه مسلماً دستگاه‌های ارتباط جمعیشون میگن که بله رفتن که بمب اتم بسازن. بنابراین تفاوت بسیار بسیار مهم سیاسی، نه فنی، فنی که کاملاً به اصطلاح اهمیت، ولی سیاسی، بین داشتن بمب اتم و توانایی ساختن بمب اتم وجود داره. اما او روشن کرد که عقیده ندارد حمله نظامی به ایران در خدمت منافع ایالات متحده یا اسرائیل باشد. در واقع یعنی فعلا او همچنین کاندیداهای جمهوری خواه رقیب خود را به خاطر ترجیح دادن منافع سیاسی خود به منافع ملی امریکا مورد سرزنش قرار داد. بعد نقل قول میکنه از اوباما که چی گفته: همکنون مقادیر بیش از اندازه‌ای حرف‌های بی‌مسئولیت، لوز تاک، من ترجمهش کردم حرف‌های بی‌مسئولیت، درباره جنگ وجود دارد. در عرض چند هفته اخیر این حرف‌ها به نفع دولت ایران تمام شده. کاملا همینطوره و حتی میشه در حقیقت شک و تردید داشت که اینا قبل از این انتخابات چه سر و صدایی راجع به حمله نظامی به ایران به راه انداختن. و این کاملا به نفع دولت و رژیم تموم میشه. در مقاطع تعیین کننده عزیزان ببینن که اینا چطور به داد رژیم رسیدن، که میشه واقعا در عرض کل این 30 سال گذشته که در زمانی که مردم میخوان به پا بخیزن، حرکت بکنن، یک عمل میکنه، یه تهدید میکنه، یه چیزی که رژیم ازش استفاده بکنه و خطر خارجی رو مطرح بکنه. و ما میدونیم که خامنه ای و دیگر سران رژیم چه استفاده ای قبل از این انتخابات که کشور در حال در معرض خطره، که ما میدونیم که به اصطلاح یکی از بهانه هایی که آقای خاتمی آورد و رای داد بر سر همین بوده که حالا صحبتش رو میکنه، چرا که موجب شده قیمت نفت بالا رود. حالا این یه واقعیتی هم توشه، نمیدونه که نمیگه که چه استفاده سیاسی رژیم کرده برای همین انتخاباتش. و دولت ایران با پول نفت برنامه اتمی خود را هست. هرچند که او ادامه میداد: به خاطر امنیت اسرائیل، امنیت امریکا و صلح و امنیت جهانی اکنون زمان هارت و پورت کردن و ادای حرفهای توخالی نیست. اینا حالا عزیزان اگر به کل نطقش نگاه بکنند، کلی مقدمه چینی کرده تا تونسته این حرفا رو بزنه. عزیزان فضای این کنفرانس رو باید ببینن که چیه، چقدر دست راستیه، چقدر خطرناکه، چقدر بشریت رو به صدف توحش و بربریت میبره و چطور اینها مصممن و چه پولهای میلیارد میلیاردی پشت این قضیه است و چطور دستگاه های ارتباط جمعی به تمام این جریانات دامن میزنن به طوری که اوباما رو میخواستن از پا در بیارن. ولی به نظر من هم سران نظامی و هم سران امنیتی امریکا بارها به عزیزان گفتم که اینا مخالف جنگن. دلیلش خیلی واضحه، به خاطر چشم و ابروی مردم ایران و یا چشم و ابروی اینا آن نیست. میدونن که این چه خطراتی برای امریکا و چه خطراتی حتی برای خود اسرائیل خواهد داشت.
یعنی به خاطر منافع امریکا اینا مخالف جنگ. حالا اعلامیه‌شون رو برای عزیزان میخونم. ولی حالا میخواستم اینو عرض بکنم که ابتدا چه مقدم چینی هایی که ما چه خدماتی به اسرائیل کردیم در زمانی که عرض شود که اون کشتی ها فلوتیلا، یعنی به حساب مجموعه کشتی هایی میخواستن غذا به چیز بیارن و شما ریختید و آدم کشتید و حمله کردید و به اصطلاح قایق رو نذاشتید به غزه برسه، ما چه کمکی بهتون کرد؟ در فلان مورد چه کمکی بهتون کرد؟ در بهمان مورد، ولی نگفت که مثلا مسئله دولت فلسطینی چی شد و چطور امریکا جلوشو گرفت؟ اصلا کسی صداشو در میاره؟ آیا واقعا دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان صحبت از این میکنن که مسئله به اصطلاح که چند ماه پیش مسئله دولت مستقل فلسطینی، دولت فلسطینی به سازمان ملل رفت، چه بر سر این اومد؟ یعنی در ابتدا تمام خدماتی رو که واقعا اوباما به اسرائیل کرده، حالا من سرمقاله تاماس فریدمن رو برای عزیزان بخش هایش رو میخونم که تاماس فریدمن در یه سرمقاله‌ای که همون هفتم فکر میکنم هفتم به مارس نوشت، میگه که اوباما بزرگترین دوست اسرائیله. تاماس فریدمن اینو میگه که واقعا بیشتر یه اسرائیلی تا یک امریکایی، یه صهیونیست تا به اصطلاح تمام وجودش واقعا یه صهیونیسته. حالا اگر شد بخشی از سرمقالهشو که چند روز پیش تو نیویورک تایمز چاپ کرده برای عزیزان میخونم. بنابراین بعد از اینکه تمام این مقدم چینی ها رو کرد، اون وقت این صحبت ها رو که جنگ فعلا نه به نفع امریکا و نه به نفع اسرائیل، ولی بعدش گفت، او حرفهای تئودور روزول را تکرار کرد مبنی بر این که آرام صحبت کن اما گرز بزرگی به کار ببر. خیلی متمدنانه، آرام، با یک لبخند، ولی بمباران، کشتار، نابودی. میگه که حرفتو آروم بزن، انقدر هارت و پورت نکنید، ولی گرز بزرگی همیشه باید دستتون باشه. هم ایالات متحده و هم اسرائیل ارزیابیشون این است که ایران صاحب بمب اتمی نیست. دوباره میگه صاحب بمب اتمی نیست. یکی از مقامات اروپایی نیست که از نزدیک درگیر تحولات سیاسی حول مسئله اتمی ایران است، روز یکشنبه گذشته اظهار داشت که در حالی که اهداف رژیم ایران روشن نیست، ما عقیده نداریم که آنها تصمیم به ساختن بمب اتمی گرفتن. بعدش این مقام که نمیخواست اسمش هم معرفی بشه اضافه میکنه، عزیزان حالا دقت بکنن که هر کدوم از اینا چه به اسم مفاهیم سیاسی توشه. میگه که عوامل و مسائل متعددی مطرحند، اما در همین زمان تبل جنگ با صدای هرچه بیشتری هرچه بلندتری به صدا در آمده است. یعنی اینا دارن ما رو به خطر میندازن، همین به اسرائیل، اینایی که تو ایپک جمع شدن. عرض شد که بعدش البته آقای اوباما این مسئله رو روشن کرد که دیپلماسی و سیاست تحریم اقتصادی که توسط امریکا و اروپا برقرار شده بهترین امیده. یعنی چه؟ یعنی ما به اسرائیل سیاست های اقتصادی و تحریم و به حساب در واقع محاصره اقتصادی رو ادامه میدیم. اینا میخوان بلافاصله جنگ بشه. اون میگه نه، جنگ فعلا احتیاج نداریم، از طریق اقتصادی و فشارهای امنیتی و سیاسی میتونیم اینا رو از پا در بیاریم. خواست اسرائیل این است که فقط در صورتی با ایران وارد مذاکره شود امریکا که ایران غنیسازی را متوقف کند. نکته بسیار پر اهمیته. فرضاً الان که ما میدونیم ایران درخواست مذاکره کرد و قرار مذاکرات دوباره با 5+1 از آوریل دوباره از سر گرفته بشه، اسرائیل به شدت مخالف این و عزیزان میدونن که به اصطلاح لایحه‌ای که فکر میکنم لایحه 830 الان دقیقاً فکر میکنم 830 که در کنگره امریکا گذشت، در حقیقت هر نوع مذاکره رو با ایران تحریم میکنه.
هر نوع موزاییک، و الان هم دارن لایحه جدیدی رو میگذرونن که در حقیقت ایران رو هرچه زودتر از پا در بیارن و در حقیقت خط قرمز رو هرچه سریعتر و شدیدتر مشخص بکنن که بلافاصله به از اون خط قرمز اگه ایران به پا فراتر گذاشت حمله نظامی بکنن. ولی بنابراین در صورتی با ایران که غنی‌سازی رو، اسرائیل موقعی که میگه توانایی ساختن بمب اتمی یعنی منظورش غنی‌سازیه، یعنی غنی‌سازی باید متوقف بشه بلافاصله و بعدش هم عرض شود که این وقت توسط مثلا مأمورین آژانس بین المللی که در رأسش هم کی قرار داره؟ آقای عرض شود که آمانو که خودش به اصطلاح کاملا تمام اسناد نشون میده که اسرائیل و دولت اسرائیل و صهیونیست‌ها چه نقشی روی به اصطلاح رئیس به اصطلاح انرژی اتمی به حساب چیز منع گسترش اتمی شده. کاخ سفید این نظریه رو رد کرده و عقیده دارد ایران هیچگاه این شرط را نخواهد پذیرفت و به همین دلیل هم که خانم کلینتون و به حساب خانم کاترین اشتون پذیرفتن که از ماه آوریل وارد بدون تعیین شرط یعنی غیر مشروط وارد مذاکره با ایران بشن، که همه اینها نشانه هایی است که فعلا خوب هستش. او میگوید، حالا عزیزان دقت بکنن که این باز بخشی از سیاست امریکا در مورد ایرانه، هر کدوم از اینا اهمیت داره. میگه که اوباما، سیاست من سیاست مهار کردن نیست، یعنی containment، یعنی مثل ما مثل شوروی با ایران رفتار نمی کنیم که گذاشتیم بمب اتم داشته باشه ولی مهارش می کردیم از طرق مختلف. اینطور نیست، سیاست من جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی است، یعنی به محضی که به بمب اتمی دستیافت به ساعت دخالت نظامی میکنیم و من این مسئله را بارها در طول دوره ریاست جمهوری روشن ساختم که در صورت لزوم برای دفاع از ایالات متحده و منافع آن در کاربرد زور تردید نخواهم کرد. در این حال اینجوری هم صحبت کرده. از سوی دیگر او عزیزان دقت بکنن، اینو نیویورک تایمز میشه، از سوی دیگر او به زور وادار به جنگ نخواهد شد، که براستی صهیونیست‌ها و به ویژه این کنفرانسشون که در واشنگتن برگزار شد میخواستن به زور و از طریق دستگاه های ارتباط جمعی وادارش بکنن به این که به اصطلاح دست به جنگ بزنه. هر چود که بعدش من همه اینو نمی، به این دلیل به عنوان تعهد سنگین خودم به مردم امریکا زمانی به زور متوسل میشوم که زمان و شرایط آن را بطلبد. من بخش هایش رو حالا بعدش ما میدونیم که با نتانیاهو به اصطلاح چیز داشت و یک سلسله صحبت ها و در اونجا قول داده بود که من پشت اسرائیل هستم و تمام دستگاه های ارتباط جمعی امریکا نمیدونی روی این مسئله که یعنی آره هر کاری که اسرائیل بخواد امریکا انجام میده. به همین مناسبت روز بعدش یعنی سه‌شنبه‌ای که گذشت پرزیدنت اوباما در یک مصاحبه مطبوعاتی، این هم من از نیویورک تایمز هفته مارس، در این زمینه نیویورک تایمز کلی گزارش داده، به همین دلیل من اکتفا میکنم بیشتر به بسا نوشته های نیویورک تایمز. پرزیدنت اوباما در یک مصاحبه مطبوعاتی در برابر کاندیداهای جمهوری خواه که خواهان جنگ هستند سخت موضع گرفت. او گفت این اشخاص مسئولیت چندانی ندارند، اونها فرمانده کل قوا نیستن. وقتی من میبینم بعضی از این افراد با بیقیدی صحبت از جنگ میکنن، مرا به یاد هزینه‌ای که باید برای جنگ به پردازیم میاندازد که بعد اسم میبره. حالا خودش 30,000 نفر به افغانستان فرستاد، ولی حالا داره به حساب چیز خودشو میخواد چیز کنه، لجیتیمایز بکنه. به یاد اونهایی می اندازد که باید به میدان جنگ بروند، به یاد خطرات اون برای امنیت ملی و اقتصاد ما می افتن. این یک بازی نیست، This is not a game. این یه بازی نیست، به راستی این یک بازی نیست. اگر بعضی از این اشخاص فکر می کنن که زمان آن رسیده است که جنگ را آغاز کنیم، اینا بهش میگن taunting، یعنی بهشون میگه که خب، میگه که جنگ بفرمایید،
که جنگ را آغاز کنیم باید آشکارا بگویم و باید برای مردم امریکا توضیح دهم چرا میخواهند دست به چنین کاری بزنن. بعدش یه مقدار استدلال میکنه که بسیار جالب این و اینا نشون میده و بعدش هم تاماس فریدمن رو که برای عزیزان میخونم که روحیه حاکم بر واشنگتن در اثر جنگ نتایج جنگ علیه افغانستان و نتایجش، جنگ علیه عراق و نابودیش و نتایجش، حتی لیبی به تدریج داره به نظر من فضای دیگه‌ای بر واشنگتن حاکم میشه. درس هایی که اینا هیچ وقت درس نمیگیرن ولی چنان ضرباتی خوردن از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی که یک بخش از هیئت حاکمه امریکا به ویژه اونهایی که تو ارتش هستن، عزیزان باید آمار خودکشی رو در ارتش امریکا بخونن، باید آمار اونهایی رو که صدها هزار نفر مجروح جسمی و روحی که از افغانستان و عراق برگشتن بخونن. الان داره آشکار میشه که در لیبی چی داره میگذره، با اینکه اونجا هزینه زیادی پرداخت نکردن، ولی چی در لیبی داره میگذره. و بعدش الان به همین دلیله که دارن در سوریه شکست میخورن، برای اینکه جلوی تجاوزشون گرفته شد. و در نتیجه ما باید دریابیم که به تدریج اینا فشار روشون فوق العاده داره زیاد میشه از داخل مردم امریکا و وضع اقتصادی امریکا و وضع اقتصادی جهان و تمام اینهایی که از جنگ عراق و افغانستان برگشتن. همینطور که به عزیزان عرض کردم، هر کدوم واقعا به صورت یه بمب ساعتی هستن. روزی نیست که چندین به اصطلاح با مسلسل افراد توی مدارس، توی پرسخونه ها، توی رستوران ها، توی کارخونه ها نرن و آدم نکشن و یا خانوادهشون رو به نابودی نکشن. بعد میگه که گاه ما هزینه تحمل میکنیم اما بعد درباره اون فکر میکنیم و اون را دستخوش سیاست بازی میکنیم. وقتی در گذشته درباره پیامدها عمیقا فکر نکردیم و اون را با سیاست قاطی کردیم، راجع به عراق داره صحبت میکنه، آنگاه مرتکب اشتباه شدیم و معمولا اونهایی که بهایش را میپردازند، داره به جمهوری خواها میگه و تمام اینایی که هارت و پورت میکنن، اونهایی که بهایش را میپردازن کسانی نیستن که شعارش را میدهن. آقایون میلیاردر و میلیونر هستن، تو خونه هاشون و تو ویله هاشون زندگی میکنن، مردم امریکا رو به حساب بچه های فقرا رو باید بفرستن کشته بشن و یا بکشن. به علاوه مسئله پیامدهای دست دادن به چنین عمل پیشرسی برای اسرائیل فقط نیست، پیامدهای اون برای ایالات متحده هم هست. بعد و بالاخره اوباما روشن کرد، میخواستم این رو، و که منظور او در ملاقاتش با نتانیاهو از اینکه امریکا پشت اسرائیل است این نیست که به اسرائیل چراغ سبز برای حمله پیشگیرانه میدهد. اوباما در این زمینه میگوید بیانات او در کاخ سفید بیان کلی حمایت از یک کشور دوست مانند انگلیس و ژاپنه. این یک دکترین نظامی نیست که ما داریم برای یک عمل جنگی خاص داریم پایه‌گذاری با اسرائیل میکنیم. تمام اینها مهمه و این در واقع ایستادن در برابر به جناح راست و افراطی صهیونیست هاست. اختلاف میانه، حتی اون وقت بعدش عزیزان یه مقاله دیگه دیوید سنگر که نقش همون خانم جودیت میلر رو داره بازی میکنه و امریکا رو میخواد توی نیویورک تایمز امریکا رو میخواد در حقیقت به طرف جنگ با ایران بکشه، حتی دیوید سنگر اختلاف در مقاله هفته مارس خود از قول یکی از متخصصین انرژی اتمی میگوید اختلاف میان اسرائیل و امریکا این است که اسرائیل فکر میکند با حمله هوایی مسئله حل شود، امریکا فکر میکند که حل نمیشود.
کاملا این درسته. اسرائیل میخواد بره فرزان نتنز رو بمبارون بکنه و تمام اونجا رو با مواد رادیواکتیو به حساب آلوده بکنه و لااقل 1 میلیون انسان رو یا به مرگ فوری و یا به مرگ که براش مهم نیست، و یا حتی فرزان بره اصفهان رو، برای اینکه بعضی از چیزهای، حالا من میخواستم به بعضی از اونهایی که در ایران طرفدار جنگ هستن و منتظر اسکندر دیگری هستن فکر بکنن که بعضی از تأسیسات اتمی ایران نزدیک اصفهان هم، و اگر چنین حمله‌ای بشه بعدش ما عالی قاپوی خواهیم داشت، مسجد شاهی خواهیم داشت، چارباغی خواهیم داشت، پل خاجویی خواهیم داشت و یا سیسه پلی خواهیم داشت، اصفهانی خواهیم داشت. فکر باید بکنن. من عزیزانی داشتم از ایران اومدن و حتی اخیراً از ایران اومدن و موقعی که صحبت از حمله نظامی میشه به قول انگلیسی ها نانچالانت، همینطور بی تفاوت میگذره. بعد با این عزیز من مطرح کردم، گفتمش میدونی که بعضی از تأسیسات اتمی ایران نزدیک اصفهانه؟ میدونی اصفهانی دیگه نخواهیم داشت و اینا براشون مهم نیست. حالا بگذاریم که نزدیک تهران هم هست با 12 میلیون جمعیت و یکی از پر جمعیت ترین از نظر کانسنتریشن و به اصطلاح تراکم جمعیت در جهانه، چه بر سر کشورمون میره. و اونهایی که در رأس به اصطلاح چیزهای امنیتی امریکا هستن این چیزها رو میدونن و میدونن که فقط مسئله بمباران نتنز و اصفهان و یا اطراف تهران نیست. اینا باید نمیتونن بمبارون کنن و برگردن، باید تا آخرش برن، یعنی رژیم چینج باید بکنن، برای اینکه هدف رژیم چینجه و دست نشانده های خودشون رو، همونایی رو که ما به درستی بهشون میگیم وطن فروش، میخوان به قدرت برسونن و برای این کار احتیاج به سرباز دارن. ایران 3 برابر افغانستانه و 3 برابر عراقه، 2 تا سلسله جبال داره و سایر قضایاش. من گوشه هایی از مقاله سرمقاله تاماس فریدمن رو برای عزیزان میخونم که نکاتی توشه. تاماس فریدمن از اوناست که با تمام قوا از حمله امریکا به عراق پشتیبانی کرد، تا جایی که خودش در یکی از سرمقالاتش نوشت که همسرش مخالفه و کارشون داره به جدایی میکشه، ولی بعدش هم با هم آشتی کردن. ولی همین تاماس فریدمن ببینید چطور داره اقرار میکنه به گناه. هر چود که اولش میگه که هر اسرائیلی و هر دوست اسرائیل باید از رئیس جمهور ممنون باشد که چارچوب مسئله ایران رو اینطور معین کرد که ایران نباید صاحب بمب اتمی بشه، ولی در واقع به طور ضمنی دولت امریکا قبول کرده و به یاران نزدیکش هم قبولونده طبیعتاً که ایران حق داره غنیسازی بکنه، به اصطلاح غنیسازی بکنه و حتی تا 20% که فرضاً میله هایی که برای اون راکتور لازمه هم تولید بکنه، ولی نباید صاحب بمب اتم بشه. حالا ظرافت این قضیه در اینه که آیا اونایی که میگن توانایی نباید داشته باشه، یا این که صاحب بمب اتم، و یا این که خود این توانایی هم در واقع پله های متعددی داره، که از جمله اینه که چه زمانی فرزن دولت ایران تصمیم بگیره به طرف ساختن بمب اتم بره. همه اینها قابل تفسیره، بنابراین راه رو کاملا و گزینه ها رو همه رو رومیز نگه داشته، که همین خودش جنایت علیه بشریته که بگه همه گزینه ها از جنوب کاربرد بمب اتم علیه ایران روی میزه. این جنایت علیه بشریته. اگه ما در دنیای زندگی می کردیم که انسانیت برش حاکم بود و نه قانون جنگل که الان حاکمه. گزارش کنگره این هفته ای پک نشان می دهد که آنهایی که بیش از همه
مورد استقبال و کف زدن قرار می گرفتن، آنهایی بیشتر مورد کف زدن قرار می گرفتن که طرفدار حمله نظامی به ایران بودن. من همه آنهایی رو، عزیزان به این جمله تاماس فریدمن دقت بکنن، من همه آنهایی رو که کف می زدند دعوت می کنم به پیامدهای ناخواسته و غیر قابل پیشبینی جنگ عراق و حمله 1982 اسرائیل به لبنان فکر کنند. این تاماس فریدمن یکی خودش به طور 100% موافق حمله به عراق بود، ولی در این حال به اسرائیل میگه که یادت بیاد که تو رفتی در صبرا و شتیلا چه قتل عامی در لبنان کردی از مردم فلسطین، نتیجه چی شد؟ حمله 1982 به لبنان، به وجود آمدن حزب الله. اینو میخواد بگه. بنابراین عرض شود که من دو تا چیز دیگر رو برای عزیزان میخوام بخونم که ببینن که بخش قابل توجهی از اونهایی که به اصطلاح نظامیا و دستگاه‌های امنیتی چرا مخالف با جنگن، چون میدونن معنای این جنگ چیه و unintended consequences، یعنی پیامدهای غیر قابل پیشبینی و ناخواسته این قضیه چه خواهد بود. من اعلامیه تیکون رو برای عزیزان میخونم که در روزنامه نیویورک تایمز هفتم اومد. آقای نتانیاهو نه، آقای اوباما نه، نه به جنگ علیه ایران، No war against Iran، نه به حمله پیش ایرانه، که این با امضای 110 نفر از افراد سرشناس کلیمی و شاید بعضیاشون هم غیر کلیمی هستن که همینطور که گفتم یک در رأس اینها خاخام عرض شود که مایکل لرنر هستش، انسان ترقی خواهیه. چکیده این مقاله مفصلی رو که زیر این در نیویورک تایمز اومده، از نظر ما این است که ایران حتی اگر بمب اتم داشته باشد خطری برای اسرائیل و امریکا نیست. بعدش میگه تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران، برزیل، عربستان، مصر و غیره و غیره به بمب اتمی عبارت از خلع سلاح عمومی کشورهای صاحب بمب اتمی از جمله اسرائیل است. یعنی انسانی ترین موضع رو گرفته، درست ترین و صحیح ترین موضع رو گرفته، خلع سلاح عمومی، که ما دقیقا موافق با این قضیه هستیم. ولی من چیزی رو دیگری رو که عرض شود در واشنگتن پست اومده که 8 نفر این رو امضا کردن که میگه ارتش امریکا سهمگین ترین نیروی نظامی است، اما هر چالشی راه حل نظامی ندارد. به نظر من اعلامیه‌ای که تیکون داده فوق العاده ترقی خواه تر از اینه، ولی اینها رو من فقط جلوگیری از یک ایران صاحب بمب اتمی به درستی اولویت شما و خط قرمز شماست، داره به اوباما میگه. خوشبختانه دیپلماسی هنوز به آخر نرسیده و راه حل های صلح‌آمیز هنوز ممکن است. این چیزیه که زیر این اعلامیه که در واشنگتن پست روز فکر میکنم هفتم چاپ شد، 7 مارس در واشنگتن پست، کیا امضاش کردن؟ جنرال پال ایتون، عرض شود که جنرال رابرت گارد، جنرال جوزف هور، جنرال جان جانز و جنرال رودولف آستویچ، جنرال های چند ستاره ای، حالا من تعداد ستاره هاشون رو نمیدونم، ولی 3 نفر از تحلیلگرای تاپ CIA و نشنال سیکیوریتی ایجنسی، یکی تام فینگار که در حقیقت اون به اصطلاح چیزهای نهایی CIA رو و ارزیابی هایی رو که از جمله راجع به ایران و مسئله اتمی ایران در سال 2007 تنظیم کرد، که در حقیقت صهیونیست‌ها بسیار از دستش ناراضی بودن، به همین دلیل هم کنار رفت. عرض شد که تام فینگار در به اصطلاح رأس دستگاه‌های اطلاعاتی و تحلیلگر در حقیقت دستگاه‌های اطلاعات آمریکا، و یکی دیگه پال پیلار، اونم همینطور، یکی از برجستگان ایناست، تحلیلگر اطلاعاتی، و لارنس ویلکرسون که در حقیقت این کرنل هستش، یعنی در حقیقت سرهنگ و معاون چیز بود،
وزیر دفاع سابق و که بعدش وزیر ارشد که چیز شد. بنابراین به اصطلاح همه اینها چیز کردن. به این ترتیب ملاحظه میکنیم که فعلا از به اصطلاح در واقع اوباما کاری که کرد در برابر صهیونیست ها و کنفرانس ایپک یک سلسله به امتیازات بشون داد. چه امتیازاتی بشون داد؟ ما فکر میکنیم که مثلا اسرائیل دستاوردی نداشته تو این قضیه. بسیار بسیار دستاورد هم داشت. یکی اینه که مشخص شد که ایران به هیچ رو صاحب بمب اتمی نباید بشود. آقایان تعیین کردن این رو، یعنی سرنوشت ما در حقیقت در واشنگتن تعیین میشه. دوم عبارت از اینه که با تمام این سرصداها و تبلیغاتی که ایران رو در تمام روزنامه‌ها و غیره و غیره مطرح کردن، مسئله فلسطین کجا رفت؟ به کلی به فراموشی سپرده شد و این خواست اسرائیله و یکی از اهدافش مطرح کردن سوریه مخصوصا ایران چیه؟ بر اینکه در حقیقت مسئله فلسطین رو و به ساختن مسکونی و اشغال بدون وقفه خاک چیز و تصرفش و اینها رو بخشی از اسرائیل کردن ادامه بده و مسئله فلسطین رو به طور کلی از صحنه بسا خارج بکنه و که مردم دنیا فراموشش بکنن، که فراموشش هم کردن. اتفاقا روز بعد، یعنی دیروز، مقاله مفصلی در نیویورک تایمز بود راجع به همین قضیه که چطور مسئله ایران که بزرگ شده، مسئله فلسطین به کلی به فراموشی سپرده شد. ولی فقط اون نیست. به خاطر اینه که دولت اسرائیل فعلا نباید به ایران در همین ماها و یا هفته های آینده حمله بکنه، چه قول به اصلا کمک های نظامی بش کرده که در حقیقت همون به اصلا بمب های سنگر شکن و غیره و غیره رو کلی به اصلا آخرین تکنولوژی های نظامی رو هم بهش داده. بنابراین اسرائیل دست خالی و آقای نتانیاهو دست خالی از واشنگتن ایشون بیرون نرفتن. در این حال ما باید بدونیم، ولی میخواستم این رو عرض بکنم. من در این حال اجازه بدید یه عرض شود که مقاله ای رو از هارتس برای عزیزان بخونم. هارتس مال اسرائیل که این خودش از نظر سیاسی، هارتس 4 مارس به قلم گیدیون لوی، ببینید چی میمیسه راجع به همین ملاقاتی که اوباما داشته با نتانیاهو. روزنامه هارتس در مورد قدرت خارق العاده اسرائیل در تعیین سیاست‌های امریکا نوشت. این هارتس در اسرائیل خیلی پیشرفته تر از روزنامه های صهیونیستی امریکاست. واشنگتن پوست یا مثلا نیویورک تایمز جرأت بکنن یه همچین چیزی بنویسن؟ ابدا. و حالا میگم چرا برای عزیزم. روز 4 مارس یک فیل و یک مورچه در واشنگتن ملاقات کردن. اما صبر کنین، چه کسی قدرت غالب و کدام یک مشتری اون یکیه؟ کاملا مشخصه، یعنی با آنچه اوباما یه فیله و اون یه مورچه، ولی مورچه به اون میگه که چیکار بکن، به فیل داره میگه. بعد میگه که فصل جدیدی در تاریخ ملل دارد نوشته میشود. قبلا هیچگاه یک کشور کوچک سیاستهای یک ابرقدرت را دیکته نکرده است. قبلا هیچگاه جیرجیر یک جیرجیرک شکل یک نعره را پیدا نکرده است. هیچگاه پیش از این فیل شبیه مورچه نبوده و برعکس مورچه شبیه فیل. میگه در تاریخ این سابقه نداره. و بعد ادامه میده، ایالات هیچ یک از ایالات روم جرأت نداشتن به جولیوس سزار، یعنی در حقیقت رئیس جمهور امریکا رو به جولیوس سزار داره چیز میگه بگویند چه کار کن. هیچ قبیله ای خواب آن را ندیده بودن که چنگیز خان را وادارد، و بعد به چنگیز خان دولت امریکا را چیز میکنه و رئیس جمهور دولت را وادارد از منافع آن قبیله تبعیت کند. فقط این اسرائیل است که چنین میکند. روز دوشنبه هنگامی که نتانیاهو و باراک اوباما در کاخ سفید ملاقات میکنند، معلوم نیست که کدام یکی از اینا رهبر جهان است. آقای گیدیون لوی
درست میگه؟ به نظر من به هیچ وجه. هم نتانیاهو و هم اوباما هر دو نوکر یه چیز واحده، وال استریت. نتانیاهو کیه که واقعا به امریکا بگه چیکار بکن؟ ولی چرا کنگره امریکا 30 بار براش قیام و قعود میکنه؟ چون کنگره امریکا به طور کامل توسط وال استریت خریده شده. مقاله مفصلی بود که در موقعی که کنفرانس ایپک در واشنگتن بوده، تمام سناتورهای امریکا و نمایندگان مجلس نمایندگان تقریبا بدون استثناء به جز 2 نفر، یکی دنیس کوشنیچ و یکی عجیبه که الان اسمش یادم رفت، فقط 2 یا 3 نفر از تمام اعضای کنگره 550 نفری، نه فقط این 2-3 نفر به دیدن اعضای این به اصطلاح کنفرانس نرفتن و پاشونو نبوسیدن، دستشونو نبوسیدن، مجیزگوییشون را. عزیزان، باید نمایندگان حزب دموکرات رو ببینم که چطور افتخار میکنن که عکس با نتانیاهو بگیرن. چرا؟ به خاطر نتانیاهوه؟ یا به خاطر میلیون ها و میلیارد ها دلاریه که وال استریت و شرکت های بزرگ و شرکت های اسلحه سازی و شرکت های در حقیقت نفتی و شرکت های دارویی و امثال هم به اینا میدن برای به حساب چیزای انتخاباتیشون و قول هایی که بهشون میدن که در آینده چه کمک هایی بهشون، یعنی میخرنشون. بنابراین به نظر من گیدئون لوی متوجه نیست که نتانیاهو همون واقعا مورچه است، ولی اوباما هم یه مورچه است. هیچ کدومشون فیل نیستن. فیل واقعی در طبقات بسیار بالای آسمان خراش های جنوب منهتن هستن و اونهایی که نفوذ دارن بر محور واشنگتن نیویورک. این رو متوجه نیست آقای گیدئون لوی، با اینکه آدم فوق العاده سیاسی فهمیده و غیره و غیره هستش. ولی به نظر من این یک به اصطلاح ایده اشتباهه که کسی فکر کنه که این اسرائیله که به امریکا میگه چیکار بکن یا چیکار نکن. خیر. و البته هر جایی که لازم باشه هیئت حاکمه امریکا در مواقع واقعا لازم، همینطور که الان هست، جلوی اسرائیل خواهند ایستاد که ایستادن. عزیزان به یاد بیارن در 1956 که اسرائیل به مصر حمله کرد و چطور هر شبت که ایزنهاور با یه نهیبی که بهشون داشت دومشون رو گذاشتن رو کولشون رفتن اونجا. اسرائیل یه کشور نیست، یه پادگان نظامیه و در نتیجه به نظر من یکی از اقمار امریکاست و به هیچ وجه اگر امریکا هیئت حاکمه واقعیش تصمیم به یه چیزی بگیره نمیتونه دست از پا خطا بکنه. بنابراین این رو هم ما باید بدونیم که داستان هر شبت که چی هست. من امیدوارم که من برم 2-3 تا خبر از هر سبت که لیبی و بحرین برای عزیزان چیز بکنم و بعدش بلافاصله برم روی مسئله ایران. ولی اگر فرصت شد میخواستم راجب خود امریکا و آمارهایی رو که قرار بوده راجب لیبی من عزیزان یک خبر بخونم. علت این که ما باید لیبی رو دنبال بکنیم درس‌های بزرگی برای کشور ما داره و اونهایی که طرفدار دخالت بشردوستانه در ایران و در سوریه هستن. حالا من فرصت ندارم راجع به سوریه صحبت بکنم، ولی میخوام یه سایتی رو به عزیزان معرفی بکنم که اینا برن و اخباری که در پشت چی میگذره در سوریه بخونم. باید ما به سایت های آلترناتیو بریم، برای اینکه سایت هایی که زیر سیطره صهیونیست هاست و دستگاه های ارتباط جمعی فارسی زبان به ویژه در خارج زیر سیطره کامل اینها،
زیر نفوذ فکری اینها ما رو به انحراف میکشه. باید اینا رو که ما مرتب میخونیم و در معرضش هستیم، ولی باید این شهامت رو از خودمون نشون بدیم و دنبال چیزهای آلترناتیو هم بگردیم و بعد اون وقت قضاوت بکنیم. از نیویورک تایمز 7 مارس راجع به لیبی: لیبیای شرقی خواهان خودگردانی در چارچوب فدراسیون ملی شد. تمام اینها پیش بینی شده بوده که لیبی جنگ داخلی خواهد شد، کشتار ادامه خواهد یافت غیر از کشتارهایی که ناتو کرده که حدس بین 30,000 تا 50,000 نفره، جنگ داخلی و جنگ قبیله‌ای ادامه خواهد یافت و لیبی تجزیه خواهد شد و زنها زیر چادر و عبایه خواهند رفت، نابود خواهند شد حقوق زنان و مردا 4 زن خواهند گرفت و یا اجازه خواهند یافت. یعنی لیبی لا اقل، حالا بگیم 50 سال عقب. حالا عزیزان، خانواده سنوسی اومدن و در بنغازی و عملا اونجا رو میخوان جداش بکنن. خانواده سنوسی کیان؟ یعنی در حقیقت قبل از انقلاب. عزیزان میدونن که ایتالیا لیبی رو 1911 گرفت و تا 1951 در حقیقت زیر سیطره ایتالیا بود. 1951 یه آدم دست نشانده ملک ادریس رو سر کار آوردن، ملک ادریس سنوسی، و اعوان انصارش الان در چیزای اروپایی بودن و بعدش که ناتو اومد و بمبارون کرد دوباره شیر شدن و دوباره میخوان بسار لیبی رو دارن بر میگردونن به همون وضعیت قبیله‌ای و بسار تکه پاره شدن و تجزیه قبل از 1969. شبه نظامیان مسلح و سران قبائل شرق لیبی در برخوردی خصمانه روز سه‌شنبه در بنغازی تجمع کرده و خواهان برگشت به اوضاع فدراسیون سست موجوده قبل از روی کار آمدن قذافی شدند. یعنی قبل از 1969، یعنی ملک ادریس، زمان ملک ادریس که دست نشانده کامل ایتالیا بود، ولی الان اینا دست نشانده های امریکا و عرشبت که عربستان و فرانسه و انگلیس هم. عربستان پشت این قضیه است با پولش. در تقابل با رهبری دولت موقت، در حقیقت اونهایی که وطن فروشی کردن از محمود جبریل گرفته تا مصطفی عبدالجلیل و این و از ناتو درخواست کمک نظامی کردن، الان در حقیقت هیچ قدرتی ندارن و همه هم اینو میدونستن که در واقع وابسته های به القاعده و اخوان المسلمین و در حقیقت بنیادگرایان اسلامی قرون وسطایی و فوق العاده آدم خار و آدم کش و سران قبائل و عشائر و خانواده ملک ادریس به قدرت خواهند رسید، نه آقای محمود جبریل. الان معلوم نیست محمود جبریل کجا هست، آیا هنوز مشغول وطن فروشی هست یا نه. مصطفی عبدالجلیل کی به حرفش گوش میده؟ هر تیکه از در واقع از لیبی الان به دست کسی افتاده و دائم مشغول شکنجه و کشتارن. همه اینها قابل پیش بینی بوده، قابل توجه اونهایی که نامه به اوباما نوشتن که حتما حمله بکن. بعضیا میگن اسم نبر، نگو بهشون سرسپرده ی امپریالیسم، تو چیز شخصی با اینا داری، مسئله برای من مسئله مردم لیبی و یا بشریت مطرح نیست، مسئله شخصی من با این آقایان و یا این خانم ها. حالا اسم نمیبرم که کی به اصطلاح این برنامه رو تحریم کرده به خاطر اینکه من به اینا گفتم وطن فروش. ارزش نداره که اصلا اسم این روزنامه یا به این نشریه رو ببرم. اینا نامه نوشتن که حتما ناتو حمله بکنه، یعنی یک کشور رو نابودش کرد. قذافی دیکتاتور بود، ما طرفدارش بودیم، ولی بحث ما این بود که مردم لیبی هستن و نه ناتو و نه این آدم خارای گراز که اومدن الان به قدرت رسیدن. بشار اسد باید بیفته، به دست کی؟ شما دو تا نیرو دارید که مخالف اینا،
یکی شورای هماهنگیه که در درون سوریه داره عمل میکنه و درست مثل جنبش سبز خود ما میخواد از طریق مردم این رژیم رو برداره. یکی دیگه اون وطن فروشایی هستن که در ترکیه در پایگاه‌های نظامی اینچرلیک و امثال هم دارن کار میکنن، مثل برهان قلیون و آقای ریاض الاسد که میخوان سوریه رو به خاک و خون بکشن، مثل همین وطن فروشایی که در خارج این کارو دارن میکنن علیه ایران و امریکا رو میخوان به جنگ علیه ایران بکشونن. در سوریه شما یه همچین وضعیتی داری، یعنی دو تا نیروی مخالف بشار اسد داری. عزیزان برن و من برم روی سوریه، اگر رسیدیم وقت لیبی رو چیز بکنم. عزیز این چیزا رو، این سایت های اینترنتی رو لطفا نشون بده. راسخ جان، راسخ اینجا هستی؟ تشکر عزیز. 4 سایت اینترنتی رو میخوام من به عزیزان معرفی بکنم. یکی جدلیه، جدلیه.com. در اونجا عزیزان برن، همین امروز مقاله‌ای هست به قلم اسعد ابو خلیل راجع به سوریه، این رو بخونم. این کسی که این رو نوشته جز نیروهای ترقی‌خواه و چپه که میگه چطور باید ما رژیم بشار اسد رو باید بندازیم. بنابراین راه حل اینها رو ما باید ببینیم که رژیم بشار اسد چگونه که به عنوان یک رژیم دیکتاتوری ازش اسم میبره و غیر قابل اصلاح. ولی اون وقت صحبت میکنه که برهان قلیون کیه، آقای ریاض الاسد کیه، آقای نمیدونم که خدام کیه. پس این یه سایته که و تفسیرهایی راجع به جریان ایران عزیزان که اینا با یک گروه از زنان ایرانی کار میکنن در نیویورک به اسم رها، مقاله‌ای راجع به ایران نوشتن که اصلا کم نظیر واقعا. جدلیه.com. دومش rt.com، تلویزیونی که عزیزان به اخبار اونم باید ما گوش بکنی، که در حقیقت مقاله الیستر کروک رو آدم باید بخونه در سایت انتی وار و هر شبت که چندین به اصلا مقاله دیگه در rt.com. سومیش که informationclearinghouse.com باشه، بارها معرفیش کردم، به اون باید ما مراجعه بکنیم. راجع به لیبی و سوریه کلی مطلب توش هست. و بالاخره globalresearch.ca یعنی کانادا که کلی مقاله راجع به مسئله سوریه و لیبی و سایر جاها میمیسه. امیدوارم عزیزان اینها رو یادداشت کرده باشن. بنابراین مسئله ای که بر سر لیبی اومده کاملا قابل پیش بینی بوده برام. آیا این درسی برای اونهایی که در استکهلم و در واشنگتن و امثال هم از نوع عرشوت که محسن سازگارها و شهریار آهیها و عبدالله مهتدیها و عرشوت که علی افشاریها و اکبر عطریها، درسی براشون میشه که خواهان به حساب دخالت بشر دوستانه ایران هستن؟ به سرنوشت لیبی میخوان کشور ما رو دوچار بکن. شرق لیبی برای آینده اون کشور اهمیت فوق العاده داره، چرا که بیشتر نفت لیبی در اونجاست. چرا میخوان جداش بکنه؟ شما ببینید عراق رو چیکار کردن. کردستان مگه جدا نشده؟ الان پایگاه اصلی اسرائیله و تمام نفتش رو هم آقای بارزانی و سایر به اصطلاح سران کرد به تمام شرکت‌های خارجی دادن، به سمن بخش، و بخش قابل توجهش هم از طریق لوله داره میره به اسرائیل. کردستان رو عملا جدا کردن و ایران رو میخوان همین به همین سرنوش، و سوریه رو هم میخوان تجزیهش بکنن، نابودش بکنن. این کار مشروعیت و امکان برنامه رهبران دولت موقت مبنی بر براه انداختن انتخابات. در ماه ژوئن آقای مصطفی عبدالجلیل میخواد انتخابات را بندازه. همین آقای مصطفی عبدالجلیلی که اعلام کرد که مردان لیبی میتونن، هر شبت که شریعه رو میخواد پیاده بکنه، از حالا اعلام کرده که حالا این مجلسی و این انتخابات قلابی رو که میخواد را بندازه، میخواد یه مجلس مؤسسان برپا بکنه و بعد قانون اساسی رو، منتها تو قانون اساسی از حالا اعلام کرده که ما از شریعه، یعنی قوانین به اصلاح چیز، پیروی میکنیم و هر کسی میتونه 4 زن بگیره.
نتایج به اصطلاح دخالت بشر دوستانه اینه. و اون وقت بعضی ها میان و به ما میگن شما طرفدار بشار اسد هستید، طرفدار قذافی هستید، طرفدار احمدی نژاد هستید. اینا خودشون لابد از فرودگاه مهرآباد با هواپیما اومدن بیرون، مثل بنده نبودن که از طریق کوه بیان بیرون. اینا رو ما باید در واقع اونایی که میگن اسم نبرید و یا نگید که اینا وطن فروش و سرسپرده ی امپریالیزمن، در واقع میخوان ما رو خل اصلاح بکنن و این سگها رو آزاد بذارن هر چی دلشون میخواد به ما بگن. هدف اینا اینه. و البته ندا از ایران هم به من میرسی که بعضی از عزیزان گله دارن که تو تند صحبت میکنی. یعنی بنده باید بگم که آره راستی امریکا میخواد به ایران حمله بکنه و به اصطلاح اصفهان رو نابودش بکنه. خیلی خونسرد. بعضی این به عنوان یک عمل ضد بشری اسم نبرم. و شب هم راحت بخوابم. و صبح هم که میام اینجا جلوی دوربین خیلی خونسرد، لبخند. به این ترتیب عزیزان، چون به اصطلاح باید به مسئله ایران برسیم، قبل از اینکه من برم و راجع به رأی دادن آقای خاتمی صحبت بکنم که ایشون فکر میکنه با رأی دادنش میتونه رژیم ایران رو سر مغر بیاره، دریچه‌ای برای اصلاحات باز بکنه. الان 5 نفر از مردم عرب خوزستان رو، از هموطنان ما رو محکوم به اعدام کردن. عبدالرحمن حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، 3 برادر و یکی از فامیلاشون منصور حیدری و یک نفر دیگه به اسم امیر معادی. و در همین زمان و به مناسبت بزرگداشت روز زن، ببینید چند نفر از زنان ما رو، خبرنگاران ما رو، عرشبت که وکلای دادگستری ما رو به حبس‌های طولانی مدت چیز کرد. یعنی میخواستم این رو عرض بکنم که من یک بخش از نامه ای رو که امروز صبح به دستم رسیده برای عزیزان میخونم که نتیجه این انتخابات چی بوده، این رژیم به چه سوی داره میره و تکلیف ما با این رژیم چیه و چرا نباید به دام این رژیم بیفتیم مثل بعضی ها که افتادن، که به نظر من آقای خاتمی این کار رو کرد، و نه به دامان دشمنان کشور ما و دشمنان بشریت بیفتیم، یعنی به دامان امپریالیسم که بخش دیگه از اینا افتادن، بلکه به قول دکتر دباشی راه سوم رو باید انتخاب بکنیم، یعنی تکیه بر مردم. حرکت بزرگ مردم در فراخوان راهپیمایی سکوت 25 بهمن در مرکز و کلان شهرها زیر شدیدترین عملیات نظامی امنیتی که در واقع تمرین همگرایی مردم در تحریم فعال و حصر در خانه به جهت همراهی با رهبران محصور و لبیک به خواست گسترده زندانیان سیاسی و فعالان دربند و تبعید جهت نرفتن پای صندوق‌های رأی و نگفتن به حاکمیت که برابر اسناد و گزارشات مختلف دولتی عزیزان دیدن که آقای سولتی که معاون وزارت کشور ازش پرسیدن که فکر میکنی چند درصد شرکت کردن، گفتش 35.4%، خیلی ببخشید 64.5%، یعنی از زبونش در رفت و بعد خودش رو تصحیح کرد. و غیر که منجر به شرکت 9% در تهران و متوسط 26% در کل کشور گردید، آینه تمام قد واقعیت یعنی سرزندگی و تراوت جنبش و شادابی و امیدواری مردم به تغییر را به نمایش گذارد. بعضی ها با ناامیدی میگن که تو همش صحبت میکنی، از کدوم جنبش صحبت میکنی؟ جنبشی وجود نداره.
کمترین دستاورد این حرکت حذف جناح و جریان شارلاتان و دزدان میلیاردی و وابسته به صهیونیسم و مبتکر فرهنگ لومپنیسم احمدی نژاد و چیزشو داره میگه، دار و دستشو، که تعجیل ظهور امام زمان را در اشاعه اوباش سالاری و فساد گستری تعریف کرده موسوم به جریان انحرافی است که بیشک بزرگترین ضربه به جامعه مدنی زده و سبب براستی اینطور و سبب نابودی زیر ساختهای تولید صنعتی کشاورزی و و و شده و دست به پرونده سازی علیه عناصر آگاه و متخصص و حذف آنها گردیده و به استخدام تیم نابخردش کشور را در لبه سقوط قرار داده می باشد. یکی از دستاوردهای بزرگ این جریان انتخابات این بوده و تحریمی که مردم ازش کردن، دست اینا رو شد. براستی اینا موجودات مشکوکی هن. دو دیگر جالبه که اونجا فرزن وضعیت و صحبتهای اوباما رو دنبال می کنن. عزیزان، من هم یه چیزی بهش اضافه کردم به دانش، شاید به اصطلاح که ما نزدیکتر هستیم به قضیه. دو دیگر موزه‌گیری اوباما که در واقع سخنگوی 70% نمایندگان ساختار قدرت است. این جالبه که این عزیز یه چنین حدسی میزنه، شاید به اصطلاح که به طور مقطعی فضای جنگی را کنار زده، علیه نتانیاهو و لابی اسرائیل موزه گرفته است. بعد اینا جالبه، اخیراً یکی از کشتی‌های پر از گندم امریکا بنا به هر دلیلی در خلیج فارس جهت معامله با ایران پهلو گرفته، این یک، و با فرود هواپیمای مسافربری امریکا در مسیر دوحه به ترکیه جهت سوختگیری اجازه فرود به فرودگاه تهران گرفته است. این در خبرها بود، به طور کامل تأیید نشده، ولی این عزیز داره میگه که حکایت از تلطیف فضا میکنه. و سوم این که ملاقات میر حسین و زهرا رهنورد در منزل یکی از دخترانش بعد از انتخابات و انتشار آمار واقعی و پیام آنها نسبت به ندادن رأی و ایستادگیشان جهت مطالبات مردم و جنبش و نیز آزادی آنها قبل از عید نوروز از طریق اخبار غیر رسمی قابل تعمق و پیگیری است. من اینا رو فقط از ایران برای من این خبرها رسیده و برای عزیزان فقط من در حقیقت وظیفه خوندنش رو دارم. امیدواریم که اینطور باشه. در مجموع جمیع جهات حکایت از نشانه هایی از عقب نشینی حاکمیت و رشد جنبش، اگرچه حرکتی مورچه ایست ولی روبه شتاب و امیدوار کننده است. حال باید دید رسانه های دولتی و نیز رسانه های امپریالیستی و بویژه صدای امریکا وی او ای و بی بی سی و رادیو فردا، چه عزیزان میدونن وی او ای و رادیو فردا هر دوشون به حساب شعبه رسمی از سی آی ای هستن، و نیز فریب خوردگان تبلیغات رسانه های استبداد و استکبار و وطن فروشان و وادادگان چه چیزی را تبلیغ میکنن. آیا به گوشه ای از این مهم که عرض شد پرداختم که انتخابات واقعا چی بود و چه دستاوردهایی داشته این تحریم انتخابات، و یا اینکه کماکان خاک به چشم مردم پاشیده و تخم یأس و ناامیدی میپراکنند؟ بنابراین دستاوردهای بزرگی داشته و در این زمینه است که اون وقت باید قضاوت کرد راجع به شرکت آقای خاتمی. یکی از کارهایی که سایت جرس و سایت کلمه کرده که به نظر من بسیار واقعا قابل تقدیره، تمام نامه ها و اظهار نظرهایی که راجع به شرکت آقای خاتمی در این انتخابات بوده آورده، که واقعا هزاران نامه و نظر و به اصطلاح اظهار نظره، که این خودش واقعا یه ادبیات بزرگیه، و اتفاقا بعد از چندین روز جمعشون کردن و برای آقای خاتمی فرستادن و ایشون هم در جواب یک چیزی شد که اونو هم چاپش کردن، و بعد از اون هم
جواب به آقای خاتمی اومده که نزدیک به 90% رد کردن به اصطلاح توجیهگریش رو. من رو دو تا مقاله که یکیش فکر میکنم در کلمه یا بازم در جرس و حتی من اسم نویسندش رو هم با نهایت تأسف ننوشتم، ولی به هر حال یکی دیگرش رو که اسمش رو نوشتم برای عزیزان میخونم، که واقعا نقد بسیار جالبیه به خاتمی و خود من دانشم نسبت به آقای خاتمی که در گذشته چی کار کرده خیلی بالا رفته، برای عزیزان میخونم. ولی قبل از اینکه اینها رو بخونم، به خاطر اینکه به اصطلاح وقت اگر چیز نشه، برای اینکه همینجا میخوام نظر خودم رو بگم، نظر خودم رو میگم و بعد به این مقالات میپردازم. به نظر من آقای خاتمی با رأی دادنش ضربه به جنبش زد، هم کمک به ارتجاع حاکم کرد، ولی نکته ای رو که من در هیچ جایی ندیدم، این یه خدمت به دشمنان کشورمون هم هست. چرا؟ آقای خاتمی فکر میکنم و تا الان شاید ثابت شده باشه که در این توهمه که این رژیم قابل اصلاحه و واقعا عقب نشینی میکنه. من یه مقدار توی نامه این عزیز هم چنین چیزی میبینم که فرزن امکان اینو میبینه که به مناسبت عید شاید آقای موسوی و کروبی زهرانورد آزاد بشن و یا شاید بعضی از زندانیان سیاسی، و یا خلاصه قدرت حاکم عقب نشینی بکنه یه مقدار. امیدواریم. به نظر من این یک واقعه بزرگ خواهد بود، و اگر فرزن رأی دادن آقای خاتمی که میدونسته اگه فرزن بره رأی بده قدرت حاکم چنین عقب نشینی میکنه، به طور کلی به اصلا نظر ما عوض میشه راجع به این رأی دادنش. بنابراین امید ما اینه که اینجوری بشه. نظر خود من چیه؟ که این رژیم حاضر ایران بر باد بره و یک سانت عقب ننشینه. عزیزان ببینن که موقعی که خاتمی رأی داد، حسین شریعت مداری چه رقص و پایکوبی کرد. حسین شریعت مداری در حقیقت پرویز ثابتی رژیمه، یعنی مقام امنیتی رژیمه، آدم بسیار سیاسیه و میدونه چی کار داره میکنه و رژیم رو واقعا نمایندگی میکنه. پرویز ثابتیه واقعا. امیدوارم که این نظر من اشتباه از آب در بیاد، ولی این رژیم تا الان ماهیتی که نشون داده در عرض 30 سال گذشته اینه که حاضره هم با امپریالیسم کنار بیاد و سرسپردگی رو بپذیره و یا ایران نابود بشه ولی یک سانت عقب نشینی نکنه. اگر چنین باشه، خاتمی دچار یک توهم مهلکه که این ضربات عظیمی میتونه به ملت ما، به جنبش ما بزنه. برای اینکه خاتمی یه فرد ساده نیست. 20 میلیون نفر 76 بهش رأی دادن. جوانای ما یخه براش پاره میکردن و هنوزم میکنن بعضیاشون. شخصیتیه که در حقیقت اولین به اصلاح جریان اصلاحات رو به وجود آورد و خیلی ها امید داشتن و ما دیدیم که در اثر عقب نشینی‌هاش و غیره و غیره چه شد. بنابراین اگر چنین باشه، کار خاتمی فقط حسین شریعت مداری رو به رقص و پایکوبی وا نمی‌داره، بلکه من فکر می‌کنم اسرائیل رو هم می‌تونه به رقص و پایکوبی وا بداره. چرا؟ برای اینکه رأی دادن خاتمی نه تنها باعث باز شدن یک دریچه یا در و یا عقب نشینی رژیم نمیشه، باعث جریتر شدن رژیم میشه، باعث
این میشه که با جری شدنش و رقص و پایکوبی که حسین شریعت مداری میکنه سرکوبهاش رو تشدید بکنه، تجاوزهاش رو، اعدامهاش رو، نابودگریهاش رو، ضرب زنده به اقتصادها و غیره. و خلاصه با اگر همه اینها رو به تحریم اقتصادی اضافه کنیم، مجموعه اینها رو و مردم رو به جای میرسونه که تن به حمله نظامی خارجی بدن. و این اگه اسمشو خیانت نذاریم، من نمیدونم اسمشو چی باید بذاریم. یعنی کمک به رژیم فقط کمک به رژیم نیست، به امپریالیسم هم هست. و این توهم مهلک که خاتمی داره که در تمام این چیز مقالات، اگه من فرصت که فکر نمی کنم فرصت بشه، تمام اینها رو آوردم که چطور خاتمی قبلن از جامعه مدنی می گفت، ولی تا داد مذهبی ها در می آد اون رو به مدینت النبی تفسیرش کرد. از آزادی مطبوعات سخن گفت، اما در مزار آیت الله خمینی بسیج را مهمترین نهاد مدنی در ایران نامید. برای مرگ اسدالله لاجوردی پیام تسلیت فرستاد، اما در مرگ شاملو دم فرو بست و شیرین عبادی و جایزه نوبل او را نادیده گرفت. پیش از این بارها او را تجربه کرده بودیم. گفته بود برای بار دوم نامزد نخواهد شد، نهایتاً شد. گفته بود اگر قوانین دو قلوی اختیارات رئیس جمهور و اصلاح قانون انتخابات تصویب نشود استعفا خواهد داد، ولی نداد. و یا اینکه گفته بود زیر بار برگزاری انتخابات مجلس هفتم که برادرش هم در حقیقت تحسن کرده بود اونجا، با اون همه رد صلاحیت ها نخواهد رفت، ولی رفت. حالا عزیزان دقت بکنن و من خطر دیگه خاتمی رو در چی میبینم. غیر از اینکه همینطور که گفتم این یک توهم مهلک نسبت به این رژیمه که فکر میکنه یک سانت ممکنه عقب نشینی بکنه و فرزن بعضی از زندانیان سیاسی رو یا آقای موسوی و کروبی رو آزاد بکنن و غیره و غیره. تمام اینها اومده در تمام این که آره خاتمی یک چیزهایی رو میدونه که ما نمیدونیم در پشت صحنه. یک آنچه که خطر داره فرهنگ خاتمیه و من در جای این رو ندیدم. فرهنگ تسلیم طلبی، فرهنگ مصلحت گرایی، فرهنگ بی استخوانی، فرهنگ گفتن یک چیز و عمل کردن به چیز دیگر که من بخشی ازشو برای عزیزان عرض کردم. در فارسی ما لغتی برای این داریم، درویی یا ریاکاری. از همه مهمتر نگاه به بالا و قدرت و پشت کردن به توده های مردمه. کشور ما در حال حاضر که درگیر یک جنگ مرگ و زندگی با دو دشمن وحشتناک و دهشتناکه، در داخل ارتجاع قرون وسطایی و ضد بشر، و در خارج دشمن خون آشام و تجاوزگر، احتیاج به این فرهنگ نداره، احتیاج به فرهنگ مقاومت داره، احتیاج به فرهنگ ایستادن، صبر و استقامت داره. تسلیم طلبی زهر براش. باید قدرت داشته باشه رو پای خودش بایسته، تن به درویی و نگاه به بالا نداشته باشه، رو توده های مردم و کارگرا و زحمتکشا واقعا که 90% از مردم رو تشکیل میدن، رو اونا تکیه بکنه. و خلاصه نظر من اینه که من چون در جای دیگه ندیدم این رو با عزیزان مطرح میکنم. و الان که متوجه شدم که خاتمی در ابتدای انقلاب چی کار کرده و چطور صحه گذاشته روی کشتارهای دهه 1960 که من فرصت نکردم برای عزیزان بخونم، تمام اینا افشا شده. الان با این رأی دادنش کلی راجع به خاتمی مطلب نوشته شده.
بنابراین خطر واقعی و دراز مدت خاتمی رو فرهنگ خاتمی و خاتمی چی ها من میدونم. این نکته ایه که من در کمتر جایی دیدم. وقتی من تمام باز من فرصت نکردم اون آمارها رو، شاید حالا به اصطلاح سه‌شنبه و به اصطلاح برای اینکه هر دو دشمن رو، دشمن را بشناس، خود را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. ملت ما رو پای خودش باید بایسته. از این طرف و اون طرف که ریزش میکنه فقط دانشش میره بالا، آگاهیش، و تازه به اصطلاح خاتمی رو شناختن مردم ایران. رو پای خودش باید بایسته. سه‌شنبه آینده عزیزان میدونن که برنامه نداریم، ولی شنبه آینده در خدمت عزیزان خواهم بود. به این ترتیب از عزیزان تا شنبه آینده خداحافظی میکنم. راسخ جان خیلی ممنون. شب و روز عزیزان خوش.